به نام خدا. سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه. یه خدا قوت جانانه به دوستان کنکوریمون، چیزی نمونده دیگه تا خلاص شدن و رهایی از این دوران پرخاطره کنکور. ما همچنان در آخرین روزهایی که شما به هر حال نیاز به حمایت و نیاز به آرامش دارین، ما کنارتون هستیم. در آخرین روزهای کنکور هم به هر حال برنامه متنوعی میذاریم واسه تون. صلاح دونستم که در این حالا 15-20 روز آخری که مونده تا کنکور سراسری، یک برنامه بسیار هدفمند و مفید و خوب و ایشالله واسه تون بذارم برای کلی دانش آموزانی که به هر حال در خدمتشون هستیم. تحلیل آزمون‌های جامعه مؤسسات مختلف که تو این چند روز برگزار میشه رو ایشالله بهتون قول میدم اگه مشکلی پیش نیاد، تمام آزمون‌های جامعه مؤسسات مختلف مثل قلمچی، گزینه دو، سنجش، اینا رو تا جایی که بتونیم و وقت کنیم ایشالله همین کارگاه ها رو ادامه میدیم و تا روز کنکور هستیم کنارتون. این کارگاه تحلیل آزمون خیلی مهمه، خیلی مهمه. شما اصلا حالا خیلی به اسم اون آزمون نگاه نکنید، الان قلمچیه، گزینه دو. مهم اینه که ما با حل یک آزمون جامعه یک جورای کل مباحث کنکور رو واسه تون مرور میکنیم، از هر مبحث سوال واسه تون حل میکنیم، نکاتش رو واسه تون مرور میکنیم، روشهایی که در طی سال به بچه‌هامون گفتیم واسه تون یادآوری میشه و بسیار برنامه مهم و مفیدیه. حالا امروز اولین کارگاه استارت زدیم. سعی کنید همه کارگاه‌هایی که اطلاع رسانی میکنیم، حالا تو کانال با کلاسانم و همچنین تو کانال خودم که آدرس کانال خودم میذارم، اون دوستانی که عضو نیستن عضو بشن که اطلاع رسانی‌ها رو دقیق‌تر در جریان باشن. این آدرس کانال خودمونه، سلطانی فیزیکس. تمام اطلاع رسانی ها رو اینجا میذاریم. حتما همه این کارگاه ها رو دوستان شرکت کنن، قطعا واسه شون مفیده. بچه ها فراموش نکنید امسال پیشبینی میشه که فیزیکه یه مقدار ممکنه اذیتتون کنه و من این کارگاه رو برای همین میذارم که با نمونه سوالات مختلف قلمچی، گزینه دو، سنجش، با سبک سوالات مختلف طراحان آشنا بشین که انشاءالله سر جلسه کنکور احساس امنیت و آرامش داشته باشین. و مخصوصا اون دوستانی که دانش آموز خود من هستن، حالا تو هر مؤسسه یا تو هر مدرسه ای که اکیدن توصیه میکنم توی کارگاه شرکت کنن. پس امروز اولین کارگاه رو استارت میزنیم، همه کارگاه رو دوستان شرکت کنن. فقط این نباشه که امروز رو بیای چهارشنبه رو نیای. چهارشنبه تحلیل آزمون گزینه دو خواهیم داشت و ایشالله میتر کنیم. با همین تحلیل آزمون ها شما مطمئن باشین کلی چیز یاد میگیریم و کلی واسه تون مرور میشه. هستم کنارتون، ایشالله بهتر کنیم. خب من یه نکته بگم، امروز چیکار میکنیم؟ آزمون قلمچی 20 خرداد 1401 رشته تجربی شد، تمام سوالاشو حل میکنم، هم به درد بچه ریاضی میخوره هم به درد بچه تجربی. بعدش رشته ریاضیش هم حل میکنم، فقط رشته ریاضی چون 40 تا سوال داره همشو شاید حل نکنم، حدود 20 تا مهمش رو حل میکنم، یعنی دیگه آسوناش حل نمیکنم، مهمش حل میکنم که باز اونجا هم بچه های تجربی باشن هم بچه ریاضی. من اون سوالاتی که ویژه رشته ریاضی هست آخر کارگاه حل میکنم، آخر کارگاه که گفتم سوال ویژه رشته ریاضی، بچه های تجربی میتونن خارج بشن و بچه ریاضی فقط بمونن. تا آخر کارگاه با من باشید، بهتر کنیم. یه سری سوالا ساده، خب اشکال نداره، فقط مرور میشه واسه. یه سری سوال سخت هم داره، خودتون خواهید دید، میتر کنیم ان شاء الله با هم. بریم. عرضم به حضور شما که امتحانایی هم حالا آخرین پروژه مهم کشوری بوده تو درس فیزیک پشت سر گذروندین. خسته نباشیدم به دوستان میگه برای بحث امتحانه. امتحانایی فیزیک هم خیلی خوب بود، خداییش خیلی خوب بود. بچه 12 مثل سال قبل بود به نظر من. حالا یه مقدار این مفاهیم و حفظیات داره پررنگ‌تر میشه که قطعا تو کنکور امسال هم پررنگ‌تر میشه و من دیگه فکر کنم خودم رو سنگخته کردم. اینقدر گفتم کتاب درسی مهمه، حفظیات مهمه، مفاهیم مهمه و واقعا دیگه اینجوری دیگه. انشالله که به هر حال دوستان پا به پای ما بیان، به حرفای ما هم گوش کنن. خب بریم شروع کنیم کارگاه امروز رو. پس سوالات آزمون قلمچی 20 خرداد 1401، اول رشته تجربی رو میریم. خب به امید خدا شروع میکنیم. خب سوال اول از فصل 1 دهمه.
سوالی هم هست که احتمالش خیلی 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 زیاده شبیه امسال تو کنکور بیاد. سوالی که از فصلیه که دهم میاد پیش بینی میکنم یا همین مبحث دقت اندازه‌گیری باشه یا یه سوال چگالی باشه. کالا رشته تجربی قلمچی سوال دقت اومده، رشته ریاضی سوال چگالی داده. که حالا من تو رشته تجربی سوال دقتشو حل میکنم، تو رشته ریاضی سوال چگالیشو واسهتون حل میکنم. خب میدونی که خطا امسال حذف شده، برای دوستان فارغ التحصیل میگم، طبق کتاب جدید دهم فقط دقت اندازه‌گیری تو کتاب درسی است. خب جرم 4 جسم با 4 ترازو عددی متفاوت اندازه‌گیری کردیم، کدام ترازو نتیجه دقیق‌تری را نشان می‌دهد؟ کدام ترازو نتیجه دقیق‌تری را نشان می‌دهد؟ بچه ها توی این تست شما اول باید هر 4 تا گزینه رو به یک واحد مساوی تبدیل کنید، که من نظرم این که با توجه به گزینه ها همه رو شما بیان به گرم تبدیل کنید. خب گزینه یک که خودش گرمه، پس میتونیم بگیم دقتش همون 1/10 گرمه، چون یه رقم اشار داره. گزینه 2 کیلوگرمه، اینو به گرم تبدیل کنیم، ضرب در 10^3 باید بکنیم، میشه 40/10. ضرب در 10^3 بکنیم میشه 4010 گرم. پس دقتش میتونیم بگیم همون 1 گرمه. گزینه 3 دکا داریم، دکا حواستون باشه 10^-1، اینو ضرب در 10^-1 بکنی این میشه 440.2 گرم. پس این دقتش 1/10 گرمه. اینم گزینه 4 دسی گرم داریم، دسی 10^-1، یکی بیار سمت چپ میشه 0.2490. میدونید که توی مبحث دقت صفرهای سمت راست مهمه بچه‌ها. میدونید که میدونم و شما هم میدونید که تو ریاضی صفر سمت راست مهم نیست، ولی تو بحث دقت صفر سمت راست رو کسی خط نزنه. این دقتش الان چقدره؟ این دقتش 10^-4 گرمه. خب کدوم یکی دقیق تره؟ کدوم یکی دقتش بیشتره؟ قطعا جواب کدوم گزینه بچه‌ها؟ قطعا جواب گزینه 4. اونی که اعشارش بیشتره یعنی دقت اون وسیله بیشتره، یعنی اون وسیله دقیق تره. پس وقتی همه رو اومدیم به یه واحد تبدیل کردیم، مثلا من اومدم همه رو به گرم تبدیل کردم، بعد اونی که اعشارش بیشتر بود یعنی دقتش بیشتره، یعنی اون وسیله دقیق تره، که دیگه پر واضح جواب این تست گزینه 4ه. حواستون باشه. من حالا هر از گاهی پاسخنامه خود آزمونم نشون میدم بهتون، چون بعضی وقتا روش ما با روش پاسخنامه هم میبینید متفاوته، و حالا پاسخنامه رو بدونید بد نیست. بله اینجا هم جواب گزینه 4، دقتش میبینید که 10^4 گرمه و از همه وسایل دقیق تره. خب این هم از این. خب سال اول سال آسونی بود ولی بسیار مهم و میتونه توی کنکور بیاد. هر کی هر سوالی داشت، هر ابهامی داشت، دیگه همونجا لطفاً بپرسه. تو چت روم من حواسم هست دارم نگاه میکنم. بریم سوالات فشار رو شروع کنیم. گفته در شکل زیر جیوه در جوسنج، کل این شکلی که شما میبینید و بهش میگن جوسنج، اسم دیگه‌ش یه بارومتر. بچه‌ها کتاب درسی رو باید بچلونی. بله فایل ضبط شده اش ان شاءالله هم تو کانال با کلاس آنلاین اطلاع رسانی میشه، هم تو کانال فیزیک خودمون که بالای صفحه نوشتم حتما عضو باشید. این اطلاع رسانی و نکاتی که روزای آخر کنکور تو کانال فیزیکم قرار میدم خیلی مهمه، خیلی مهمه. نکاتی که میذاریم، کلیپایی که میذاریم، اطلاع رسانیایی که میذاریم، لطفا این 15 20 روز آخر کانال فیزیکو خیلی رصد کنید، خیلی میتونه به دردتون بخوره. جیوه در جوسنج در ارتفاع h قرار دارد. اگر روی سطح جیوه منظور اینجاهای بچه، اینجایی که سبز میکنم، جریان شدید هوا ایجاد شود، آها، طبق چی ارتفاع جیوه در لوله جوسنج کاهش مییابد یا افزایش مییابد؟ اصلا شما جریانی از شاره اگه دیدین توی سال یاد برنولی بیافتید. اگه یه جریانی از شاره دیدین توی سوال، توی تست کنکور، یاد اصل برنولی بیفتی. جریان شدیدی از هوا ایجاد بشه روی سطح جیوه قطعا میشه اصل برنولی. گزینه 1 و 2 خدافظ. خب بچه ها اینجا وقتی یه جریان شدیدی از شاره ایجاد بشه، خب طبق اصل برنولی اینجا فشار چی میشه؟ اینجا فشار کم میشه، درسته؟
خب وقتی فشار کم میشه باعث میشه سطح جیوه اینجا بره چی؟ بره بالا. سطح جیوه اینجا میره بالا، ولی سطح جیوه درون لوله قطعا میاد چی؟ پایین. سطح جیوه درون لوله میاد پایین، سطح جیوه اطراف میره بالا، به خاطر اون کاهش فشاری که از بیرون داریم. اینجا گفته ارتفاع جیوه درون لوله، ارتفاع جیوه درون لوله میاد پایین. پس جواب این تست میشه گزینه 4. سال مفهومی بود از اصل برنولی، حواستون باشه. سال 182 گزینه 4. توضیح خودشم ببینیم. اگر جریان هوا در سطح جیوه ایجاد شد، بنابر اصل برنولی فشار هوای روی سطح جیوه کاهش می‌یابد، در نتیجه فشار ستونی جیوه هم باید کاهش پیدا کنه. بله، چون شما میدونید طبق نقاط همتراز اینجوری هم میشد بگیم، طبق نقاط همتراز فشار نقطه آ مثلا با فشار نقطه بی برابره. خب وقتی فشار نقطه بی فشار هوای بالای نقطه بی داره کم میشه، پس فشار اون جیوه درون لوله هم باید کم بشه، چون فشار آبی با هم برابره طبق نقاط همتراز. وقتی فشار بی کم میشه باید فشار نقطه آ هم کم بشه. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که ارتفاع جیوه درون لوله پس باید بیاد پایین. اوکی بچه ها؟ حله؟ خب یه بله یه اوکی بگیم، میگم حالتون خوبه یا نه؟ حله بچه ها تا اینجا؟ دو تا تست غیر محاسباتی مفهومی حل کردیم تا اینجا. خب بریم ادامه بدیم. آخ تست لوله یوشک، واقعا معتقدم خفن ترین حل لوله یوشک رو تو کشور داریم واقعا. یعنی دیگه لوله یوشک رو از این خفن تر نمیشه حل کنیم. دانش آموزانی که دانش آموز خودمون هستن میدونن من چی میگم. آقا لوله یوشک داده، مساحت سمت راست 8، مساحت سمت چپ 5. گفته که در لوله سمت چپ چند گرم روغن بریزیم؟ گرم روغن رو میخواد، گرم روغن رو میخواد. گفته چند گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لوله سمت راست 10 سانتی متر بالا رود. خفن ترین حل لوله یوشکل رو الان بهت یاد میدم، البته که دانش آموزان خودمون یاد دارن. ما گفتیم هر قسمتی که فشار میخواست اضافه بشه، الان سمت چپ میخواد فشار اضافه بشه، همون فشار اضافه شده رو تو این سوالا که سطح مختم متفاوته میای چیکار میکنی؟ میای سهم بندی میکنی. مساحت ها رو نگاه کن، یه طرف 5 یه طرف 8، یعنی یه طرف 5 سم یه طرف 8 سم، تعداد کل سهم ها میشه چی؟ 13 سم. اون سمتی که فشار داره اضافه میشه چند سهمه؟ 5 سهمه. پس این فشار اضافه شده رو ضرب در 5 سیزدهم میکنی مساوی با روجیش بالا رفته سمت راست میذاری، تموم. لوله یوشکل رو ما با همین نیم خط حل میکنیم. همه دانش آموزا خودمون میدونن فشار اضافه شده به یک سمت رو سهم بندی میکنی، 5 تا از 13 تا میخوای، پس ضرب در 5 سیزدهم میکنی مساوی با روجیش بالا رفته اون سمت دیگه میذاری، مساوی با روجیش بالا رفته اون سمت دیگه میذاری، تموم. خب حالا این فشاری که اضافه شده مگه ناشی از اضافه شدن روغن نیست؟ فشار روغن دیگه سمت چپ داره اضافه میشه، بعد جرمشو میخواد. میگم من فشار روغن رو هم میتونم روجیش بذارم، هم چون ظرف همگنی میتونم انجیام بذارم. تو بگو کدومو بذارم وقتی جرم میخواد؟ روجیش بذارم یا انجیام بذارم وقتی که جرمو میخواد؟ تابلوه، باید ام جی آم بذاری. پس به جای فشار اضافه شده میذارم ام جی آم که مستقیم جرم روغن اضافه شده به دست بیاد، تمام. حالا نگاه کن جی با جی خط میخوره، جرم روغن اضافه شده رو میخوایم، مساحت سمت چپ 5، تبدیل واحد میخواد؟ نه تبدیل واحد نمیخواد. مساحت رو سمت چپ سانتی متر مربع گذاشتم، به جاش رو هم این طرف گرم بر سانتی متر مکعب میذارم. بعد اچ بالا رفته آبم به داده بود چقدر؟ 10. 5 با 5 خط میخوره، یه طرف وسطی هم بکن، جرم روغن اضافه شده میشه 130 گرم. از این خفنتر این لولا یوشک حل نمیشه. اگه خفنتر از این حل سراغ داری بعد کلاس بیا تو تلگرام به من بگو. الان پاسخنامه خود قلمچی هم به نشون میدم چیکار کرده. حل ما رو دیدی؟ فشار اضافه شده رو سهم بندی میکنی، ضرب در 5/13 میکنی، مساوی با روجیش بالا رفته اون طرف میذاری. بعد به جای فشار اضافه شده ام جی آم گذاشتم، تمام. ام روغن اضافه شده به دست میاد. اگر مثلا گفت به جای ام گرم مثلا گفت 20
اگه به جای جرم روغن ارتفاع روغن رو میخواست به جای پی اضافه شده به جای امجام روجیش اونجا میذاشی بهتر بود، روجیش میذاشی بهتر بود. بس 13 رو مساوی با اون به جای پی اضافه شده روجیش میذاری اچش رو به دست میاری دیگه. یعنی چی؟ اگه اچ روغن رو خواست به جای فشار اضافه شده روجیش میذاشی اچش رو میذاری. حالا میخوام پاسخنامه قلمچی رو بهت نشون بدم. ببین پاسخنامه قلمچی همین سوالو چیکار کرده، راه حل ما رو ببین. حالا پاسخنامه قلمچی رو ببین 183، فقط حجم محاسبات رو ببین. بله داشته باش، فقط اون روش حلی که من واسط رفتم این هم پاسخنامه خود قلمچی درست شد. اصلا به یه ادا اصولا و شکل بکش و همتراز بزنید چی کار کرده، داستان رو ببین. اگه بخوای اینجوری تسهل کنی که دیگه خدافزی باید بکنی. این هم از این. خب این همه رو تو کلاس اصلیمون دیگه یاد دادیم. خب بریم سوال بعدی. خب سوال فشارش تموم شد، بریم دوتا سوال کار انرژی آورده حل کنیم. بریم دوتا سوال کار انرژی حل کنیم. خودرویی به جرم 1000 کیلوگرم که توان موتور آن 8.2 کیلووات است از حال سکون در یک جاده افقی و مستقیم شروع به حرکت می کند. اگر در 5 ثانیه اول حرکت اندازه کار نیرو استکاک، خودت میدونی کار نیرو استکاک منفیه، اندازه شو داده. به کلمات دقت کن، همینجور که سرعت عمل داری تو کنکور باید حواست به دقتت هم باشه. تندی خودو در پایان این مدت چقدر میرسه؟ خب نیا کن، تندی اولیه رو داده صفر، تندی نهایی رو میخواد. من خود به خود یاد چی میفتم؟ یاد قضیه کار انرژی جنبشی میفتم. بابا مگه فصل کار انرژی جز قضیه کار انرژی جنبشی یعنی کار کل مساوی با دلتا کا و جز روشایی که مربوط به انرژی مکانیکی میشه مگه چیز دیگه ای داره؟ یعنی تا حالا ذهنت بخواد کجا بره؟ همین دیگه. وقتی تندی اولیه صفر تندی نهایی میخواد خود به خود یاد قضیه کار انرژی جنبشی بیفت. کار کل مساوی با دلتا کا. خب حالا ما کار کل اینجا دو تا نیرو کار انجام میدن، یکی کار نیرو استکاکو داریم، یکی هم کار نیرو موتور رو داریم. حواست باشه دوتا نیرو دارن کار انجام میدن. این میشه کار کل. کار کل مساوی با دلتا کا. خب WFK اندازه شو داده بود 9 کیلو جول. حالا که میخوای عددشو بذاری بعد بدونی کار نیرو استکاک منفیه، منفیه 9000. آیا صدای کار نیرو موتور رو چیره به دست بیارم؟ توان موتور رو داده. توان به طور کلی یا میشد کار تقسیم بر زمان یا انرژی تقسیم بر زمان. خب توان موتور میشه همان کار موتور تقسیم بر زمان. خب توان موتور 8200، کار موتور رو میخوام، زمان هم که داده 5 ثانیه، تموم شد، کار موتور هم از اینجا به دست میاد. یه طرف این وسطی بکن. بله 41000 مساوی با دلتا کا. دلتا کا هم که میشه 1/2 ام 1000. وی نهایی رو میخوام، وی اولی هم که اصلا صفر بود چون گفته بود از حال سکون. 1/2 1000 هم که میشه 500، درسته؟ خب به من بگو 41000 منگای 9000 میشه چقدر؟ 32000. دو تا صفرش هم با این ور بره میشه 320 تقسیم بر 5. وی دو به توان دو میشه 320 تقسیم بر 5. 320 تقسیم بر 5 هم میشه 64. ویدو به توانده میشه 64. پس خود سرعت نهایی میشه چی؟ 8. گزینه 1 برو حالشو ببر. تمام. حل بچه ها؟ بچه ها اوکی این؟ فایل دستنویس رو هم پاک کردم، البته سوالاتی که تو الان حل کردن اصلا حل لوله ای شکل رو حل پاک کردم. عکس بگیرین دیگه، هر سوالی که حل میکنم زحمت و خودتون یه عکس بگیرین دیگه، داشته باشین جواب اینا رو، چون این سوالات قلمچی جا نداره. من مجبورم مثلا حل یه سوالو پاک کنم برم سوال بعدی رو حل کنم. متوجه منظور من میشی؟ فیلم کلاس، یه سری با دوستان جدید اومدن دارن سوالات تکراری میپرسن. فیلم کلاس هم تو کانال با کلاس آنلاینه، هم توی کانال فیزیک خودمونه. ان شاء الله بعد کلاس قرار میدیم، اگه آقای صالحی همت کنن ایشالله سریع میذاریم. سلطانی فیزیکس، هم کانال خودمون هم کانال ایشالله با کلاس آنلاین.
آدرس کانال رو داشته باشین دیگه. معلومه که آزمون جامعه سنجش هم تحلیل میکنیم، حتما یه آزمون جامعه سنجش بعدی رو هم من کارگاه میذارم، حتما شرکت کنید تحلیل میکنیم، همه کار واسهتون میکنیم. میتونستیم این کارگاه رو درآمدزایی هم بکنیم ولی رایگان گذاشتیم. دوستان در جمع باشن، چون الان یه سری همایشای الان در کل کشور برگزار میشه، خودتون هم میدونید پولی هم هست، خیلی راست دارم بهتون میگم، ولی به نظر من کارگاه هم خیلی واسه تون مفید، این کارگاه تحلیل آزمون هم من رایگان گذاشتم که همه بچه های خودم، مخصوصا دانش آموزانی که در تحصیل دانش آموز خودم بودن، همه استفاده کنن. خب بریم. خب یه سال کار انرژی حل کردیم، یه سال دیگه کار انرژی حل کنیم. سال 185 بچه ها، هر سالی که حل کردم لطفا خودتون عکس بگیرین دیگه، من میگم مجبورم این حل سوالامو پاک کنم چون سوال قلمچی جا برای جواب نداره. بچه گلوله به جرم ام را از سطح زمین در راستای قائم با تندی 40 متر بر ثانیه پرتاب میکنیم. خب بذار شکل ساده همین الان بکشم. آقا یه گلوله رو با تندی 40 متر بر ثانیه از سطح زمین پرتاب کرده، حد اکثر تا نقطه ام بالا رفته. میدونی تو حد اکثر ارتفاع با سرعت میشه چی؟ صفر. تو ارتفاع اوج سرعت صفر، حد اکثر تا نقطه ام بالا میره. خب اوکی، حالا چی گفته سال؟ گفته انرژی جنبشی گلوله در فاصله 10 متر و 20 متر از نقطه ام. دوستانی که کنکور دارین سرعتتون رو دارین میبرین بالا، دقت فدای سرعت نشه. فاصله 10 متری و 20 سانتی متری از نقطه ام، نه فاصله 10 متری و 20 متری از سطح زمین. خب بیا من یه بار فاصله 10 متری از نقطه امو در نظر میگیرم که میشه نقطه یکم، یه بارم فاصله 20 متری از نقطه امو در نظر میگیرم که این میشه نقطه دو. خب انرژی جنبشی 10 متری از نقطه ام K1 باشه، انرژی جنبشی 20 متری نقطه ام هم K2 باشه، حاصل K1 به K2 کدام است؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر از مقاومت هوا گفته صرف نظر کنیم. تمام دوستانی که دانش آموز من هستن میدونن توی این فصل کار انرژی وقتی مقاومت هوا نداریم یه روش خاص و خفن داریم، تو کلاس اصلیمون گفتیم، تو جزوه‌مون هم هست، تو کلاس نکتو تستمون هم گفتیم وقتی مقاومت هوا نداریم. الان که بگم همه دوستان یادشون میاد اگه یادشون رفته باشه، یک فرمولی داشتیم میگفتیم سرعت نهایی میشه رادیکال سرعت اولیه به توان دو مثبت منفی 2gh. قطعا اون دوستان که دانش آموز ما هستن یادشون اومد که البته گفتیم این فرمول زمانی استفاده میکنین که مقاومت هوا نداشته باشین، درسته بچه ها؟ این فرمول گفتیم دیگه، تو جزوه سالیانمون هم هست. خب سرعت نهایی میشه رادیکال سرعت اولیه به توان دو مثبت منفی 2gh. خب بچه ها این سرعت 40 متر بر ثانیه رو اینجا سوال الکی داده به نظر من، شاید هم حالا طرا با این کار داشته ولی به نظر من سوتی داده. اگه خودش با 40 متر بر ثانیه رفته این سوال رو حل کرده سوتی داده، اصلا این 40 متر بر ثانیه رو الکی داده. میدونی چرا؟ من به جایی که مسیر رفت رو در نظر بگیرم مسیر برگشت رو در نظر میگیرم، اصلا به 40 متر بر ثانیه کار ندارم. بچه شما از نقطه M یه بار 10 متر اومدین پایین، یه بار 20 متر اومدین پایین، قبلی یا نه؟ خب این سرعت هر نقطه چی میشه؟ بچه ها سرعت نقطه 1 میشه رادیکال، نقطه M مگه سرعتش صفر نیست؟ خب میشه صفر. موقع پایین اومدن این فرمول رو باید با مثبت بری، موقع بالا اومدن این فرمول رو باید با منفی بری، به علاوه 2g10. خب تا نقطه یک چند متر اومده بود پایین از نقطه ام؟ تا نقطه یک از نقطه ام چند متر اومده بود پایین؟ 10 متر دیگه. خب پس سرعت نقطه یک میشه رادیکال 200. تمام. حالا سرعت نقطه دو چی میشه؟ حالا از نقطه ام 20 متر اومدی پایین، حالا سرعت نقطه دو رو به دست بیارم، باز میشه 0 2 g 10. این دفعه گفتم چند متر اومدم پایین؟ 20 متر. پس این میشه رادیکال 400. سرعت نقطه یک به دست اومد، سرعت نقطه دو هم به دست اومد. حالا سوال نسبت K1 به K2 رو میخواد. خب K1 به K2 یه دوم اما که خط میخوره، میشه V1 به V2 به توان 2.
خب رادیکال 200 به رادیکال 400 به توان 2 چند میشه بچه ها؟ میشه 1 دوم. تمام. جواب این تست گزینه 3. تموم شد. دیدی چقدر شیک واسط حل کردم؟ تموم شد. یه فرمولی که ما به بچه‌ها گفتیم وقتی مقاومت هوا ندارین، این فرمول شما میتونید استفاده کنید برای حل سوال. بین دو نقطه سرعت نهایی میشه رادیکال سرعت اولیه به توان 2 مثبت منفی 2 جی اچ، که این مثبت رو برای پایین اومدن استفاده میکنی، منفیه رو برای بالا رفتن استفاده میکنی. من یه بار از نقطه M تا نقطه 1 رفتم، سرعت نقطه 1 رو به دست آوردم. یه بار دوباره از همون نقطه M تا نقطه 2 رفتم، سرعت نقطه 2 رو به دست آوردم. بعد اصلا دقت کردی به اون 40م کاری نداشتم، الکی داده بود اون سرعت پرتاب زمین، الکی داده بود، ما بهش کاری نداشتیم. حالا الان پاسخ هامه رو نشون میدم، شاید یه اتفاقاتی افتاده. تموم شد. راه حل اصلی ما همین بود. تمام، همین که سبز میکنم اینو میخوای عکس بگیر. تموم شد. مقاومت هوا داشته باشی دیگه داستان متفاوت میشه. مقاومت هوا داشته باشی دیگه از این فرموله نمیتونی بری اونجا، بعد استکاکو بده یکم سال سخت‌تر میشه. اونجا دیگه اگه مقاومت هوا داشته باشی فرمول دین میشه دبلیو اف کا مساوی میشه با چی شد؟ یه لحظه بچه، یه لحظه. اگر مقاومت هوا داشته باشی باید از فرمول WF کام مساوی با ای2 منهای ای1 باید بری سوال حل کنی، که اونجا باید یه اطلاعاتی در مورد استکاک و اینا هم باید بهت بده با اجازت. اوکی؟ نیا کن، یه روش دیگه هم هست که این سرعت چهله رو در نظر بگیری، یا یه روش دیگه هم هست این سرعت چهله رو در نظر بگیری. احتمالا پاسخنامه این سرعت چهله رو هم در نظر گرفته. بیا پاسخنامه‌شو با هم ببینیم. سال 185. نه، این هم مثل ما حل کرده. البته از قضیه کار انرژی جنبشی رفته. بله خب اینم لازم نبود، همون فرمولی که خودم بهتون گفتم به عنوان یه فرمول تستی وقتی مقاومت هوا نداریم همون رو برو کلکش کنده. پس خودش هم نگاه اصلا به اون سرعت 40 کاری نداشته، خود طراح سال. خب تموم بچه، اوکی این دیگه سوالی نداریم. خب بریم دو تا سوال کار انرژی هم واسه تون حل کردم. آها، سوالات گرما شروع شد. سوال گرمای آسونی داده بوده البته تو آزمون قلمچی. جالب، سوال دمای تعادل اینا نداده بوده. البته رشته ریاضی سوال دمای تعادل داده که آخر کارگاه واسه تون حل میکنم. سوال گرماش خیلی آسونه به نظر من. این سوال نسبتی که همه دوستانی که دانش آموز ما هستن میدونن سوالات نسبتی رو ما چجوری حل میکنیم. فرمول گرما رو میمیسی کیو مساوی با امسی دلتا تتا. ما سوالات نسبتی رو خود فرمول رو میمیسیم، تو خود فرمول نسبت میذاریم. الان سوال کیو بی به کیو آ رو میخواد، کیو بی به کیو آ رو میخواد. خب پس ما هم همه نسبت‌ها رو بی به آ می‌ذاریم. نسبت کیو آر رو که می‌خواد، نسبت جرما ام آ دو برابر ام بی ام، قرار شد همه رو بی به آ بذاریم. پس بی به آ میشه 1/2. آفرین. بچه‌ها دقت کنید، نسبت سی آر رو نداده، نسبت ظرفیت گرمایی رو داده. یعنی نسبت سی بزرگ رو داده، نه سی کوچیک. اینجا رو واسه لحظه. ولی دلتا تتا گفته یکسان بازه، این نسبت دلتا تتا میشه چی؟ 1. نسبت سی کوچیکا رو نداده به تا، نسبت ظرفیت گرمایی ها رو به داده. خود ظرفیت گرمایی باز فرمولشی بود، ظرفیت گرمایی که با سی بزرگ میمیسیم میشه ام در سی کوچیک. خب پس ما اینجا نسبت سی کوچیک رو میخوایم، باز همه نسبت ها رو بی به آ بریم. نسبت ام بی به ام آ چی شد؟ 1/2.
اون بالا هم گذاشتیم. حالا نسبت سی بزرگا چیه؟ گفته سی آ سه برابر سی بیه بچه ها. سی آ سه برابر سی بیه. قرار شد بی به آ بذاریم. پس بی به آش میشه چی؟ یه سوم. آها از اینجا نسبت سی کوچیکا هم به دست میاد. بچه ها یه سوم تقسیم بر یه دوم میشه چی؟ دو سوم. یه سوم تقسیم بر یه دوم دور دردون از این نزدیک کنیم میشه دو سوم. حالا تازه نسبت سی کوچیکا به دست اومد. حالا میذاری دو سوم تمام. حالا نسبت کیو به دست میاد، دو با دو میره میشه یه سوم باقی میمونه. نسبت کیو میشه یه سوم و جواب این دست هم گزینه چهار. تمام. نه دیگه، نسبت سی کوچیکا میشه عکس نسبت. یا کن برای نسبت سی کوچیکا عزیز دل من، نسبت سی بزرگ رو میخوایم، نسبت ام هم میخوایم. متوجه شدی یا نه؟ اسم چیه تو؟ چی اسمیه داری تو؟ خب عزیز من، پس فهمیدی از روی فرمول ظرفیت گرمایی سی بزرگ که میشه ام در سی کوچیک، اول رفتیم نسبت سی کوچیکا رو به دست آوردیم، بعد تو فرمول کیو نسبت سی کوچیکا رو جایگزین کردیم. اوکی شدی؟ بچه ها فهمیدین؟ آها آها حالا فهمیدم منظورش چیه. اوکی بل حالا فهمیدم منظورش چیه. خب اینو بل اینو میگم روش اول. آفرین آفرین بله این میشه روش اول. بله یه روش دوم هم میشه اینجا بگیم. حالا فهمیدم منظوره چیه. اوکی فهمیدم. بله خود فرمول کیو رو اصلا میتونیم اینجوری بنویسیم، سی بزرگ ضرب در دلتا تتا. بله تو کلاس هم گفتیم، گفتیم کیو هم میشه ام سی دلتا تتا، هم میشه سی بزرگ ضرب در دلتا. بله آفرین که گفتی. حالا من اول همون روش اصلی بزنگم رسید. بله یه راست اصلا میشه فرمول کیو رو این بنویسیم. حالا همه نسبت ها رو بی به آ بذاریم. حالا نسبت سی بزرگا میشه همون یه سوم، نسبت دلتا تتا هم یک، مستقیم جواب میشه همون یه سوم. بله این هم درسته. آفرین که گفتی، احسنت. منظور در این بود دیگه، درسته؟ بله این هم روش دوم، کاملا درسته. آفرین آفرین. بله پس من این سوال دو جور حل کردم، هم از فرمول ام سی دلتا تتا حل کردم، هم از فرمول سی بزرگ ضرب در دلتا تتا حل کردم. ببینیم خودش چجوری حل کرده. خودش هم از همین راه ما، همین راه روش اول خودمون رفته، یعنی با همون فرمول ام سی دلتا تتا فکر کنم رفته یا نه؟ نه نه بعدش تبدیل کرده با همون روش دوم. اوکیه به هر حال هر دو تا درسته دیگه، ما هر دو تا روش رو رفتیم که یه مروری به هر دو طرفش بشه. خب سال گرمایی که تو قلم چی اومد؟ آره سی کوچیک میشه گرمای ویژه، سی بزرگ میشه ظرفیت گرمایی. این دوتا رو قاطی نکنید. خب تو آزمون قلم چی سال گرما شدین، سال دمای تعادل نیومده بود. بعیده تو کنکور سال دمای تعادل ندن، ولی به هر حال قلم چی تجربه نداره. یه سوال انبساط حل کنیم و بعدش هم دیگه کلا سوالات دهمش تمام میشه و میریم وارد سوالات 11امش میشیم. سوال 187. سوال 187. خب سوال انبساطه. فکر کنم سوال خوبی هم است. سوال مهمی هم است بچه‌ها این سوال. به ظاهر سوال قشنگی. حجم کره فلان قده، محیط حلقه هم داده، حداقل چند درجه سانتیگراد دمای حلقه و کره را همزمان افزایش دهیم تا کره از حلقه عبور کند. یکم بعد اولش فکر کنید این سوالو. شرط این که کره از حلقه عبور کنه چیه؟ خوبی بگم شما چی میگین؟ شرط این که کره از حلقه عبور کنه چی میشه؟ همین شرطش میگم کی درست میگه. یا کره بچه حواستون باشه سه بعدیه، حلقه یه دو بعدیه. اینو فقط لطفا حواستون باشه، دقت کنید اون چیزی که میگی. شرط این که کره از حلقه عبور کنه چیه؟ سوال خیلی خوبیه، میتونی این سوال تو کنکور بیاد.
سال قشنگی. نگاه کن حلقه حجم نداره، دقت کنید چی میگین آی شمسایی. حلقه که حجم نداره، حلقه به نظرت حجم داره؟ من حجم چی حساب کنم؟ آها این درسته. هم میتونی بر اساس قطر بگی، هم میتونی بر اساس شعاع بگی. آفرین، حالا شد. یا شعاع یا قطر، فرقی نداره. آفرین. شرط این که کره از حلقه عبور کنه اینه که شعاع حلقه بزرگتر مساوی از شعاع کره باشه دیگه. اگر شعاع حلقه یا قطر حلقه فرقی نمی‌کنه، یا شعاع یا قطر فرقی نمی‌کنه، اگر شعاع حلقه بزرگتر مساوی از شعاع کره باشه، قبول داری کره از داخل حلقه عبور می‌کنه؟ این الان همه موافقن دوستان؟ این که نوشتم الان همه دوستان موافقن؟ خب تام شد. اگر شعاع حلقه بزرگتر مساوی شعاع کره باشه تمومه، کره از حلقه عبور میکنه. البته گفتم برای قطرم به امیسی درسته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شعاع حلقه بزرگتر مساوی شعاع کره. خب از اول باید شعاع اولیه هر کدومشون رو به دست بیارم. حجم کره رو داده نیم متر مکعب. خب میگم حجم کره میشه 4/3 پی که گفته 3 بگیر آر 3 شعاع کره. خب از اینجا شعاع کره به توان 3 میشه 1/8، خود شعاع کره میشه چی؟ 1/2. 1/2 متر یا 50 سانتی متر. خب شعاع کره اول 50 سانتی متر بوده. حالا بریم شعاع حلقه رو حساب کنیم. محیط حلقه رو داده، یعنی 2πr، 2πr اینو داده 294. خب از اینجا هم شعاع حلقه به دست میاد بچه‌ها که میشه چقدر؟ این دو سه تا 6 تا 294 تقسیم بر 6 49 سانتی متر. شعاع حلقه هم اول 49 سانتی متر بوده. خب شعاع اولی هر کدوم به دست آوردیم. خب حالا فرموله انبساط چی بودن؟ طول نهایی میشه طول اولیه در 1 به علاوه آلفا دلتا تتا. یادتون دیگه این فرمول انبساط بود، این یکی از فرمول انبساط بود. طول نهایی میشه طول اولیه در 1 به علاوه آلفا دلتا تا. خب شعاع نهایی حلقه میشه شعاع اولیه حلقه که 49 بوده در 1 به علاوه آلفا حلقه 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 دلتا تتا رو که میخوایم، این باید بزرگتر مساوی باشه با شعاع نهایی کره. خب شعاع نهایی کره چی میشه؟ میشه شعاع اولیه کره که 50 حساب کردیم در 1 به علاوه آلفا کره 9 ضرب در 10 به توان منهای 6 ضرب در دلتا تتا. تموم. این معادله رو باید حل کنی، دلتا تتا به دست میاد. قبوله؟ خب این میشه 49 به علاوه 49 ضرب در 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 دلتا تتا بزرگتر مساوی. این برم میشه 50 به علاوه 5 ضرب در 9، اون 0.50 رو با 10 تا منهای 6 میکنم 10 به توان منهای 5 دلتا تتا. خب حالا 49 رو بیاری بر از 50 کم کن میشه 1. بعد نگاه 1 5 ضرب در 10 به توان منهای 5 دلتا تتا این بر فاکتور بگیر، 1.49 میمونه و 1.9 هم میاد این بر، یعنی از آخر تش 40 میشه و از اینجا دلتا تتا به دست میاد. دلتا تتا به دست میاد که میشه بزرگتر مساوی با 10 به توان 5 روی ارزم به حضور شما 5 چلتا هم که میشه چی؟ 200. میشه 500. دلتا تتا پس باید حداقل 500 درجه زیاد بشه. سوال محاسباتی، سوال انبساط معمولا محاسباتی میشه. یعنی واقعا من سریع حساب کنید. سوال خوبی بود. به نظرم یکی از سوال جوندار قلمچی بوده. اولین سوال جونداری که تا الان حل کردیم به نظرم این اولیش بود. تو از ما قلمچی. نه. یا باید بر حسب شعاع بریم یا باید بر حسب قطر بریم. تمام.
حالا شا قطر فرقی میکنه، هم میتونی بگی قطر حلقه بزرگتر مساوی از قطر کره باشه، هم میتونی بگی شا حلقه بزرگتر مساوی شا کره باشه، فرقی نمیکنه. سوال قشنگی بود بچه‌ها، این سوال علامت بزنید میتونی شبیش تو کنکور بیادا. سوال به نظر من قشنگی بود، احسنت آقا ساله. خب بریم پاسخ همش نگاه بکنیم ببینیم داستان چیه. 187 بله همینه، داستان همینه. شای اولیه کره رو به دست آورده، شای اولیه حلقه هم به دست آورده، بعد دیگه فرمولاشو نوشته، محاسبات بله بله، و از آخرم 500 درجه که ما به دست آوردیم. همینه دیگه، راه دیگه این نداره، راه دیگه این نداره، همینه داستان بچه‌ها. اولی سوال جوندار قلمچی رو به نظر من حل کردیم. خب سوالات دهمش تموم شد بچه، اوکی این سال 187، سال 187 اوکی، میخواییم بریم وارد سوالات 11 هم بشیم. نمیتونی حجم رو با مساحت مقایسه کنی عزیز من، حجم رو که نمیتونی با مساحت مقایسه کنی، شعاها رو باید مقایسه کنی یا باید قطرها رو مقایسه کنی، یکی از این دوتا. بله کلاسمون هم ضبط میشه تو کانال فیزیکمون، گفتم میذاریم. خب بریم وارد سوالات 11 هم بشیم. بریم سوال 11 هم چه خبره. این تحلیل آزمون‌ها به خدا کل مباحث کنکور رو واقعا قشنگ مرور میکنه واسه تو، مخصوصا که هم قلمچیشو تحلیل کنی، هم گزینه دوشو تحلیل کنی، هم سنجششو تحلیل کنی، مثلا میگی یک مرور خفن و حرفه‌ای داری روزهای آخر برای کنکور داری انجام میدی. حالا ایشالا چهارشنبه باز گزینه دو رو تحلیل میکنیم. سال گزینه دو هم به نظرم سال قشنگی بوده، حالا خیلی دقیق نگاه نکردم هنوز، ولی به نگاه اولیه سال خوبی بود سال گزینه دو. خب بریم سوالات ساکن رو شروع کنیم. خب چی گفته داستان؟ بریم بچه، بریم سوال ساکن. خب سه تا ذره Q1, Q2, Q3 داریم، نیروی خالص F به Q2 وارد میشه. اگر باره Q1 و Q3 به ترتیب به اندازه R و 3/4 R به Q2 نزدیک شوند، نیروی خالص وارد بر Q2 چند برابر F میشه. آخ آخ که این سوالا جون دل ماه. اون دوستانی که دانش آموز ما هستن میدونن دیگه این سوالا رو با چه روشی حل میکنیم وقتی چند تا بار روی خط بود. روش ت بگن همه اون دوستانی که دانش آموز ما هستن، تجمع بار. آفرین، این سوالا دیگه خوراک ماه، این سوالا واقعا خوراک ماه. با روش تجمع بار واسه حل میکنم، بعد حالا پاسخامه که عمرم با تجمع بار رفته باشه، بعد پاسخامش رو به نشون میدم. خب اول تو همین شکل اولیه برایند نیروی وارد بر Q2 ببینیم چی میشه. برایند نیروی وارد بر Q2 رو میخواد، یه دیوار علامت اینجا میذاری، گفتیم همون جایی که برایند نیروی رو میخواد همون جایی دیوار علامت میکشی. خب دیوار علامت گذاشت اونجای Q2، حالا فرقی نمیکنه یا Q1 رو ببر رو Q3 یا Q3 رو ببر رو Q1، فرقی نمیکنه، من Q3 رو ببرم رو Q1. خب گفتم اگر دیوار رو بور کنه علامتش چی میشه؟ قرینه میشه، منفی 3 میشه چی؟ مثبت 3. حالا فاصله شو نگاه کن، فاصله R بوده میخواد بشه 2R، یعنی فاصله شو میخواد چند برابر بشه؟ 2 برابر. اینو گفتم به توان 2 برسون، 2 به توان 2 = 4، یه ضرب در 4 هم باید بکنی، 3 = 4 پس 12 میاد روی این، تمام. یه 12 داشتیم، یه 12 هم اومد روش، بار نهایی میشه چقدر؟ 24. حالا نیروی برایند وارد بر Q2 به دست میاد، میشه K ضرب در 24 خود Q2 خودش، فاصله نهایی هم که 2R به توان 2 میشه چی؟ 4R2. اینو ساده کنی میشه 6K Q2 روی R به توان 2. اینو فعلا داشته باش. این میشه برایند نیروی وارد بر Q2 تو حالت اول. قبوله؟ همون روش تجمع بار خودمون. حالا برایند نیروی وارد بر Q2 رو تو قسمت دوم میخوایم. تو قسمت دوم چیکار کرده؟ این Q2 اینجا Q1 رو به اندازه R نزدیک کرده، اینو فاصله 2R شده چی؟ R.
کیوسم به اندازه 3/4 آر نزدیک کرده. آر 3/4 آر ازش کم کنی میشه چقدر؟ 1/4 آر. حالا دوباره برو برای اندینگی رای وارد بر کیو دور حساب کن، سریع دیوار بکش. خب کیو 3 چقدر بود؟ منفی 3. دوباره کیو 3 رو ببریم رو کیو 1، موافقین؟ خب اولا باز از دیوار عبور میکنه، علامتش قرینه میشه، میشه مثبت 3. بچه یه 1/4 آر میخواد بشه آر، یعنی فاصله این دفعه داره چند برابر میشه؟ 4 برابر. 4 به توان 2 برسون، ضرب در 16 بعد بکنی، 3 16 تا 48 تا، 12 تا داشتی 48 تا میاد روش میشه چند؟ 60. حالا برندینگ رای وارد بر کیو 2 چی میشه؟ میشه کا ضرب در 60 ضرب در دوباره کیو 2، این دفعه فاصله نهاییمون آره، آر به توان 2 میشه چی؟ آر 2. پس این دفعه میشه 60 تا کا کیو 2 روی آر 2. بچه ها پایینی چند برابر بالاییه؟ اینا که خط میخوره، 60 چند برابر شیشه؟ 10 برابر. جواب این تست میشه گزینه 2. تمام. روش تجمع باری که قطعا همه دانش آموزانمون یاد دارن، چه مدرسه چه مؤسسه. حالا میخوام پاسخ خودشو به نشون بدم. 180ش عمرن که با روش تجمع بار حل نکرده. به 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 به، فقط باید جون بدی، فقط باید جون بدی اینجوری سر جلسه کنکور حل کنی. 180ش رو نگاه کن فقط. این روش خودش، ببین چی کار کرده. سری باید اون روش تجمع بار رو بریم. روش تجمع بار رو حتی به دوستان دانش آموزمون گفتیم، باید مسلط بشین. اگه بخواین یک کم تمرین کم حل کرده باشه ممکن کم قاطی کنین، ولی اگه 3-4 تا سال حل کرده باشه مسلط بشین. نگاه کن ما چی جوری حل کردیم، این چی جوری حل کرده. پاسخ خود قلمچی رو نگاه کن، معلومه که برش ریاضی هم میاد، این چیز خاصی نیست. الکتریسیته ساکن، ریاضی و تجربیش فرقی نداره. سوال قانون کولوم بله که رشته ریاضی هم میاد. یه بار دیگه من کلا حالا روش تجمع بار رو یک توضیح سری میدم برای اون دوستانی که دانش آموز من نبودن. برای دوستانی که دانش آموز ما نبودن روش تجمع بار رو من توضیح میدم، اما اولیش رو توضیح میدم. شکل اول سوال نگاه کنید، برندینگ راه وارد بر کیو 2 رو میخواد. خب اونجایی که برندینگ راه رو میخواد یه دیوار علامت میکشی، پس یه دیوار علامت رو کیو 2 میکشی. خب بعد اسمش روشه، ما بارا رو توی یه نقطه جمع میکنیم. حالا یا میخوای کیو 1 رو ببر رو کیو 3 یا میخوای کیو 3 رو ببر رو کیو 1، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی. من تصمیم گرفتم کیو 3 رو ببرم رو کیو 1. حالا اینجاشو گوش کن، وقتی یک بار میخواد بره رو یک بار دیگه، الان من کیو 3 رو میخواستم ببرم رو کیو 1 دیگه، دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یه بار بیشتر نمیگم، خوب گوش کن، مثلا اونایی که دانش آموز من نیستن، وقتی یه بار میخواد بره روی بار دیگه دو تا اتفاق ممکن بیفته. اتفاق اول، اگر باری از دیوار علامت عبور کرد علامتش قرینه میشه، که اینجا کیو 3 دیدی از دیوار عبور کرد منفی 3 شد مثبت 3. این اتفاق اول، علامتش قرینه میشه. اتفاق دوم، فاصلش تا دیوار ببین چند برابر میشه. فاصله کیو 3 اول تا دیوار آر بوده، بره اونور فاصلش تا دیوار میشه 2 آر، یعنی فاصلش داره تا دیوار چند برابر میشه؟ 2 برابر. اینو فقط به توان 2 برسون، 2 به توان 2 4، پس یه ضرب در 4 هم باید بکنم. 3 رو ضرب در 4 کردم شد 12. حالا 12 رفت رو کیو 1، خود کیو 1 12 بود، یه 12 هم اومد روش، بار کلمون از آخر میشه چی؟ 24. حالا نیروی این 24 به کیو 2 رو فرمولش رو نوشتم حساب کردم، میشه روش تجمع بار. آره اگه میگو برایندینگ رو وارد بر کیو 1، دیوار رو بعد جای کیو 1 میذاشتی. اگه میگو برندینگ رای وارد بر کیو 3، دیوار رو بعد جای کیو 3 میذاشت. حل این هم برای دوستانی که دانش آموز ما نبوده. نه دیگه، اگر یه بار رو میخواستی ببری روی یک بار دیگه و از دیوار علامت عبور نکرد، علامتش قرینه نمیشه عزیز من. تمومه؟ حجم راه حل ما رو لطفاً با حجم راه حل قلمچی مقایسه کنید. این روش تجمع بار که خوراک این سوالات دیگه، اگه بخواد با تجمع بار حل نکنی بعد روش اصلی قلمچی رو بریم. بفهم روش دیگه اینه،
میتونی اینو بری عزیزم. خیلی هم خوبه. یک 7-8 دقیقه فقط طول میکشه. میتونی از وقتی شیمی بذاری بذاری رو فیزیک. اینو بهش حل کن. خب. بریم. مخرج کسر، خب اون بار 24مون، بار نهاییمون که 24، چون نیروشون وقتی میخوای به Q2 حساب کنی فاصله 24 تا Q2 دواره دیگه، دوار به تمام دو میشه 4R2، فاصله نهایی رو باید بذاری. حالا اینا تو دیگه بار آخره فقط 24ه دیگه، بقیه بارا کاری نداری. حالا نیروی 24 به Q2 رو میخوای حساب کنی، میشه K ضرب در 24 ضرب در Q2 روی دوار به تمام دو که میشه 4R2. تمام، بریم ادامه بدیم. خب بچه ها فقط حواستون باشه اینا تحلیل آزمونه دیگه، من واقعا دارم کامل آموزشم میدم هر سوالو. دوستان تحلیل آزمون یعنی فقط سوال حل کن برو، ولی خب یک جوره واقعا داریم آموزش میدیم دیگه، اینجوری نمیشه، یکم باید سریع‌تر بریم. یا وقتی یه بار رو میخوای ببری روی یک بار دیگه، اول ببین فاصله اون بار تا دیوار چقدر بوده. حالا اگه بره رو اون باره فاصلش تا دیوار چی میشه؟ بعد فاصلش هر چند برابر شد به توان دو برسون، ضرب در خود بار کن. آره اینایی که سوال میپرسن من خودم متوجه میشم که دانش آموز من نیستن. حالا اشکال نره ما توضیح میدیم. خب بریم سوال میدان حل کنیم. حالا اون دوستانی که دانش آموز ما نیستن و میخوان روش های ما رو یاد بگیرن، فیلم ضبط شده اینو دوباره باز ببینید بعدن، چون ما نمیتونیم بیشتر از این ضبط کنیم دیگه. فیلم ضبط شده شو باز یه بار دیگه ببینید که خوب یاد بگیریم مثلا اون روش هایی که یاد نداریم. خب ببینیم سال 180 چی گفت. رو 180ش خیلی باز داریم بچه ها، یکم سریعتر بریم اینجا هم رشته تجربی هم به زور تمام میکنیم. خب یه بار Q1 داریم در فاصله D میدانشو داده چقدر؟ 5 ضرب در 10 به توان 3. خب باش، حالا گفته بار نقطه Q2 را از فاصله دی دوم از Q1 به فاصله دی چهارم از Q1 میبریم، نیرو وارد بران از طرف بار Q1 چند نیوتن تعریف میکنه؟ خب بچه ها نیروی وارد بر بار آزمون یادتونه میشد EQ؟ نه گفته نیرو چقدر تغییر میکنه. آقا ساله نسبتی نه گفته نیرو چند برابر میشه، گفته نیرو چقدر تغییر میکنه. نیروی وارد بر بار آزمون معنی میشد EQ. حالا تغییرات نیروی وارد بر بار آزمون میشه چی؟ میشه تغییرات میدان ضرب در بار آزمون، چون بار آزمون همون که ثابته، بار آزمون همون اینجا همون Q2 دیگه، درسته؟ این که ثابته، فقط بار Q2 وقتی از یه نقطه میره به یه نقطه دیگه میدان داره تغییر میکنه، موافقین؟ پس نیروی وارد بر بار آزمون میشه EQ، تغییرات نیروی وارد بر بار آزمون میشه دلتا ای ضرب در Q. خیلی خوب. حالا بچه ها ببینیم میدان چقدر تغییر میکنه. میدان رو تو فاصله دی داده، تو فاصله دی دوم چی میشه؟ میدان یک بار باز مگه خودش نبود کاکیو رو R2؟ بچه ها فاصله نصف بشه میدان چند برابر میشه طبق این فرمول؟ همه جواب بدن. فاصله نصف بشه میدان چند برابر میشه؟ میدان 4 برابر میشه. پس تو فاصله دی دوم میدان میشه 4E. من اینگاه میدان اولیه رو ای میگیرم، حالا تو فاصله دی دوم میدان میشه چی؟ 4E. تو فاصله دی چهارم میدان چند برابر میشه؟ فاصله یک چهارم برابر میشه میدان چند برابر میشه؟ آفرین 16 برابر. پس میشه 16E. آها پس میدان از 4E داره میشه 16E، یعنی میدان کلا چقدر داره تغییر میکنه؟ 12E. تموم. پس تغییرات میدان اون میشه 12E. خود ای چقدر بود؟ 5 ضرب در 10 به توان 3. بار آزمون اون چقدر بود؟ 4 میکروکولون. آقا تبدیل واحد و صفرا مهمه تو این سال؟ گزینه ها رو نگاه بنداز. تبدیل واحد و صفرا مهم نیست، فقط به اعداد نگاه کن. 12 و 5 و 4 چی میده؟ 1.24 میده. پس قطعا جواب گزینه 4ه. تمام.
وقتی میبینی اعداد گزینه ها متفاوته، نه میخواد به صفرا توجه کنی، نه میخواد به تبدیل واحدها توجه کنی. تمام. 4 و 5 و 12 نگاه کنی، یه ریشه 24 توشه. پس حتما جا گزینه 4. تموم شد. اصلا دقت میکنید من سوالا رو چجوری حل میکنم بچه ها؟ اگه اینجوری حل بکنی تو قلمچی میتونی بالا 80 90 بزنی ها. نگاه او پاسخنامه رو بنداز دور، با پاسخنامه عمرن بالا 30 بزنی. با اون روش پاسخنامه. تو قلمچی فقط اینجوری حل کن. یعنی بچه دیدتون رو باید حرفه‌ای کنید به سوال. من همین الان باز پاسخنامه اینو نشون میدم. ببینیم چجوری حل کرده. اصلا شما حجم محاسبات پاسخنامه رو با حجم محاسبات من واقعا توجه کنید. چقدر فرمون نویسی، چقدر داستان مسخره بازی داره. ولی ما کلا چی گفتیم؟ گفتیم آقا دی دوم میاد به دی چهارم، خب دی دوم میدان میشه 4، ای دی چهارم میدان میشه 16. یعنی کلا میدان چقدر تحریم میکنه؟ 12. این هم که داده بود 5 ضرب 3، اون رو ضرب داره بار آزمون کردم، تغییرات اینگه رو بدست. تمام شد. حالا من چیکار کردم؟ من اصلا خودم هم گیج میشم وقتی پاسخ اینو میبینم. شما که دیگه واقعا جای خودتون برید. من خودش گیج میشم وقتی پاسخم قلم چی میگم. قطعا دانش آموز که دیگه سنگخته میشه. هفته میدان هر نقطه رو حساب کرده. چه کاریه خوب؟ چه کاریه خوب؟ حرفه‌ای باید حل کنی ها. حرفه‌ای باید حل کنی. خب استاد فرمودید که چی یک دوم میشه چی 4 برابر چی؟ بله سوالش خوبه بچه ها، سوالش بد نیست ها، سوالش شبیه در سطح تا اینجا که در سطح همون کنکور سال قبل بوده. نه سوالش من خود سوالش میپسندم، حالا پاسخنامش افتضاحه. سوالش خوبه، منطقیه، نه خیلی فضاییه، نه خیلی هم ساده. سوالش واقعا خوب. خب من سوال ایشون رو نفهمیدم. آیه سوالی یکم چت ببریم بالا لطفا ببینم ایشون چی پرسیده بود. نه نه استاد فرمودید که نمیگیم فایت چی میشه اف. خب من فکر کنم همون قسمت 4 و 16 رو شما مشکل دارید. دوباره توضیح میدم. یا که میدان رو در فاصله دی از کیو ایک داده 5 ضرب 10 تانگ 3 که ما اسمش گذاشتیم ای. خب تو فاصله دی میدان ایه، تو فاصله دی دوم میدان میشه چند ای؟ یا طبق فرمول کاکیورو آردو فاصله نصف بشه میدان چند برابر میشه؟ فاصله یا تو فرمول کاکیورو آردو فاصله رو نصف کنی میدان چند برابر میشه؟ بله کلاس ضبط شده رو میذاریم تو کانالمون، 100 بار گفتم. فاصله نصف بشه خانم سروری میدان چند برابر میشه طبق فرمول کاکیورو آردو؟ نگاه میدان با مجذور آردو رابطه عکس داره. فاصله نصف بشه میدان 4 برابر میشه. پس میشه 4e. حالا فاصله 1/4 برابر بشه میدان چند برابر میشه؟ 16e. یعنی پس میدان از 4e به 16e تغییر کرده. یعنی میدان چند ای تغییر کرده؟ 12e. تمام. پس تغییرات میدان میشه 12e. خود ای چی بود؟ 5 ضرب 10 تانگ 3. ضرب در بار آزمون هم کردیم 4 میکروکولوم. تغییرات نیرو به دست میاد. بچه همین سوال فهمیدن؟ خب اوکی. خب این هم سوال 189. آها بریم سوال خازن حل کنیم. آخرین سوال ساکن. خب خازن امسال چون انرژیش حذف شده، من فرمولای خازن رو جمع‌بندی بکنم کلا چی مونده. حواستون باشه دو تا فرمول برای ظرفیت باید یاد داشته باشین. دو تا فرمول برای میدان یاد داشته باشین که هر دو تا فرمولش تو جزوه‌مون هست که احتمالاً اون دوستان که دانش آموز ما نیستن اولی رو میدونن، دومی رو نمیدونن. دومیش هم باید دوستان بدونن که البته بچه ریاضی
به این کیو به آ میگن چی؟ سیگما، چگالی سطحی بار. این فرمول دوم میدان توی جزوه‌مون هست، اثباتش هم کردیم. تموم. حالا این هم بگم دیگه، این فرمول اولی رو اینجوری هم میشه بگیم، دلتا کیو به دلتا وی، تغییرات بار به تغییرات ولتاژ. کل فرمولای خازنگی که شما برای کنکور 1401 باید بلد باشید اینا هست. تغییرات بار رو میشه با اون فرموله ان ای هم ترکیب کرد. بله، فرموله انرژی خازن حذف شده. هر چی فرمول برای خازن باید بلد باشین همینه که اینجا گفتم. تمام. فرموله دیگه‌اش جزء حذفیات. ببینیم حالا این سال چی گفت. بار خازن رو داده، مساحت رو داده، ثابت دیالکتریک کاپا رو هم داده، اختلاف تانسیل بین دو نقطه که در فاصله 300 میلیمتر قرار دارن چقدره. شما فرض کنید یه خازن داریم، یه صفحه مثبته، یه صفحه منفیه. دو تا نقطه رو در نظر بگیر در فاصله 300 میلیمتری از هم قرار دارن. اختلاف تانسیل بین این دو نقطه رو میخواد. خب اختلاف تانسیل بین این دو نقطه میشه چی؟ میشه ای ضرب در فاصلش. یک از فرمولای دلتا وی همه دوستان میدونن دیگه، میشه ای دی. دلتا وی دو تا فرمول داشت، یکی دلتا یو به کیو یادتونه، یکی ای دی. اختلاف تانسیل بین این دو نقطه رو میخواد، میشه ای ضرب در دی. خب میدان خازن رو باید به دست بیارم. پس میدان خازن رو چیره به دست بیارم؟ آیا ولتاژ کل خازن رو داری؟ آیا فاصله کل بین صفحات خازن رو داری؟ نه. پس از این فرمول نمیخواد بری. بیا همون فرمولی رو برو که تو کتاب درسی نیست و من تو جزوه‌ام گفتم، از این برو. پس این هم دقیقا یه سوالی داده که با همین فرمول تو جزوه سوال حل میشه. چه سوال خفنگی شد. میتونه امسال این بیا تو کنکورا، اینو ستاره بزن، سوال مهمیه. میدان خازن از این فرمول به دست میاریم. بارو داده بچه، اینجا باید دقیق حساب بکنیم چون نگاه گزینا رو اعشارش متفاوته. بارمون 6 نانو کولون 6 ضرب 10 تا منگا 9، مساحت 4 سانتی متر مربع ضرب 10 تا منگا 4، کا 2 اپسیلون 0 9 ضرب 10 به توان منگا 12، این میشه میدان. حالا فاصله بین اون دو نقطه چقدر بود؟ 3 ضرب در 10 به توان منگا 2. یه میلی هم داریم، یه 10 تا منگا 3 هم داریم. حساب کن بگو من چی میشه. خب این 10 تا منگا 2 و 10 تا منگا 3 میشه 10 تا منگا 5. با این 10 تا منگا 12 10 تا منگا 7 اینجا میمونه. بعد این 3 با 9 3 میشه، 3 2 تا 6 تا با این 6 میره. یه 4 فقط مون، نگاه یه 4 مون که میشه 25 صدم ضرب داره. حالا توانای 10، 10 به توان 4 با 10 به توان منگا 7 میشه 10 تا منگا 11. بیارش بالا میشه 10 تا 11 با 10 تا منگا 9 میشه 10 به توان 2. اینا هم که میره از آخر 25 میمونه. گزینه 2. خوب بود، سوال پسندیده شد، سوال خوب بود. میدونی چرا پسندیدم؟ چون دقیقا از اون فرمول دوم میدان رفت که تو جزوه‌مون اثباتش کردیم. تموم شد. ببینیم پاسخنامه چیکار کرده. ما که اینجوری حل کردیم، 190 کیو مساوی با سی وی. ما اصلا از این فرمول استفاده نکردیم، دقت کردیم. بس سی و فرمولش گذاشته، بعد باز وی هم گذاشته ای دی و آها. بعد تازه این فرمول میدانی که ما اصلا به بچه ها قبلا گفتیم که حفظ باشن تو جزوه هم گفتیم، تازه این فرمول رو اثبات کرده انگار سر جلسه. اگه این فرمول رو ندونی تازه باید بری سر جلسه اثبات کنی. خب خسته نباش، بگاه فرمول سر جلسه اثبات کنی دیگه خدافزیه دیگه.
بله این فرمول اثبات کرده، میدان رو به دست آورده، بعد ضرب در فاصله کرد و دلتا وی اون دوتا نقطه به دست اومده که شده اون 25 ولت. اوکی. حله. فرمول یو نداریم دیگه. یو حذف شده امسال. مال حساسیت کروناییه. فرمول یو حذف شده. فرمول انرژی ذخیره شده در خازن امسال حذف شده. خب بریم سوال جاری رو شروع کنیم. یک دو سه دقیقه تنفسی داشته باشین ادامه میدیم. خب بریم سوالات جاری رو شروع کنیم. خب جریان عبوری از R5 هرچی مدار شلوختر مطمئن باش راحت‌تر. نترسین از این شکلش. روش نقطه گذاری به یاد دادم. آقا مدار پیچیده به یاد دادم، نترس. این نقطه گذاری رو بکن، شکلش رو ساده کن. ببین چقدر این سوال راحت حل میشه. قطعاً همتون ترسیدین این سوالو دیدین وقتی به عنوان اولی تست جاری هم بوده، گرخیدی. یه نقطه گذاری بکن که حلقش کنده. ما گفتیم اگه اینجا آ باشه تمام نقاطی که با سیم خالی به هم وصل میشن همه میشن آ. حالا اینجا این بی باشه آ بیا همه میشن بی. این سی باشه سبزا میشن سی. تمام، سه تا حرف شد. خب یه طرف آ، یه طرف سی، وسط هم بی. قبوله؟ دو سر باطی حتما باید دو سر بشن. خب دوازده بین آبیه، بیا چار هم بین آب و بیه، این هم چار. سه بین بی و سیه، شیش هم بین بی و سیه. سری فقط ها، لف ندیا، سری. پنج بین آب و سیه. تمام. تازه من الان بازم دارم کند میرم چون دارم آموزش میدم، ولی شما همین رگباری باید بریم. تمام، مدار این شد. ببین چه شکلش ساده شد. تمام شد. این هم باتریت. این محمد درونیش اتنگه اینجا یک اصلا آره دیگه ای داریم. محمد درونیش 1.5 اپسیلونش هم 54. تمام شد. اون مدار دیگه کلن به بوس بذار کنار. جریان عبوری از R5 رو میخواد. R5 همون 3 اوهمیه بود، یعنی جریان اینو میخواد. تموم شد. شما اول میرین جریان کل مدار رو حساب میکنید. جریان کل مدار فرمولش چی بود؟ اپسیلون رو بنداز بالا. آر درونی 1.5، یه 2 اوهم همون پایین داریم کنار همین بذارش. حالا بالایا رو چیز کن، معادل بگیر. معادل 12 و 4 3، معادل 3 و 6 2، 2 و 3 5، 5 با 5 پایینی موازی میشه چی؟ 2.5. خب 54 به 6 میشه چی؟ 9 آمپر. جریان کل میشه 9 آمپر. موافقین؟ ولی سوال جریان کل رو نمیخواد، حواستون باشه. سال جریان کل نمیخوام. خب حالا نگاه کن، این 9 آمپر مگه کل شاخه بالا 5 نبود، شاخه پایین هم 5، اول یک نصف میشه، یعنی 4.5 میرسه به این شاخه، 4.5 هم میاد به این شاخه. حالا باز اون 4.5 رو بین 3 و 6 باید پخش کنی. پخش جریان تو مقاومت موازی چی بود؟ بزرگه رو میگرفتیم ایکس، بزرگه چند برابر کوچیکه؟ 6 چند برابر 3؟ 2 برابر. این میشه چی؟ 2x. حالا میگی 3x مساوی با 4.5، x میشه چی؟ 1.5. ولی باز ما 2x رو میخواییم. جریان عبوری از 3 2x بود. 2x میشه 2 تا 1.5 تا 3 تا. جواب گزینه 3. تمام. نگاه، جریان کل که 9 آمپر شد، اون معادل 12 و 4 و 3 و 6 کلن میشه 5. یه 5 بالا یه 5 پایین. اول اون 9 بین این دوتا به طور مساوی پخش میشه، 4.5 بالا 4.5 پایین. باز اون 4.5 دوباره بین 3 و 6 پخش میشه،
چجوری پخش میکنی های سلطانی؟ بزرگر رو بگیر x، 6 رو بگیر x، 6 هم برابر 3 2 برابر اون میشه 2x، 3x مساوی با 4 نیست میشه 1.5، ما 2x رو میخوایم، ما جنگ سومی رو میخوایم، 2x 2 تا 1.5 تا میشه 3، 191 میشه گزینه 3. بچه اوکی؟ سال خوبی بود خدایش، خوب بود. قشنگ تست کنکوری ها، قشنگ تست کنکوری ها این سال، قشنگ تست کنکوری. فضای کنکور شوخی بردار نیستا، حواستون باشه. 191 دیگه اینجور سوالا رو بخوای پاسخخامه قلمچی رو نگاه کنی قطعا اووردوز میکنی دیگه. ببین دیگه چیکار کرده دیگه. 191 بسم الله الرحمن الرحیم. از اون پاسخامه که قطعا متوجه، اصلا این کارگاه تحلیل لازمه برای همین خوب دارم میذارم، چون میدونم تو 80% سوالا رو با پاسخامه نمیفهمی و قطعا قوی ترین بچه هم گیر دارن، برای همین کارگاه تحلیل گذاشیم. قطعا شما با پاسخامه نمیفهمید این چیکار کرده، سخته یکم. خب ولی خب روشش همون روش مایا، فقط دیگه پاسخنامه بد توضیح میده، بعض بچه ها نمیفهمن. خب این سال 191 من یکم بچه سریع تر رد میشم تموم کنیم دیگه، هم 12 ماش مونده واقعا. گفتیم ریاضی هاش هم حل کنیم، فعلا فکر کنم ریاضی هاش اصلا وقت خیلی کنیم، هم تجربیش هم تموم کنیم کار کردیم. تحلیل آزمون یعنی همین، ما زمانی که دانش آموز بودیم یه آزمون رو صبح تا ظهر میدادیم، یک و نیم روز تحلیل میکردیم، باز آزمون بعدی. واقعا بخوای سوالا رو دونه دونه دوباره تو خونه حل کنی، نکاتش رو پیدا کنی، بعد فکر کنی بگی این سوال اگه بخوام سریعتر حل کنم چه جوری میشه، بخوای دونه بدونی این کارا رو انجام بدی، تحلیل آزمون واقعا یه روز یک و نیم روز طول میکشه اگه بخوای همه درس ها رو تحلیل کنی. بعضی بچه ها اصلا تحلیل آزمون اصلا جدی نمیگیرن، فقط میره همون سوالی که غلط زده رو سری میره پاسخامش رو نگاه میکنه، تازه من از بفهمه نفهمه خداحافظ بریم آزمون بعدی. خب این چی فایده؟ تو دو سه تا آزمون مثل آدم بده قشنگ تحلیل کن، بهتر از اینکه بری 100 تا آزمون بدی تحلیل نکنی، چون هر اشتباهی که تو همون آزمون اولی داری وقتی درست تحلیل نمیکنی همون اشتباه رو دوباره میبری تو آزمون بعدی. خب چی کاریه؟ همین آزمونای جامع همین دو سه هفته رو بشین واقعا مثل آدم تحلیل کن، کلی درصد درست میکنه، مطمئن باش کلی درصد درست میکنه. سال 192 چی گفته؟ کلید کار رو یه بار به نخ... این سوالاتی که کلید داره یکم طولانی میشه، چون در واقع انگار تو دو تا سوال حل میکنی توی یه سوال. توصیه هم اینکه سوالی که کلید داره رو بذار برای بار برای دور دوم حل کن، چون طولانیه قطعا طولانیه. چون سوالاتی که کلید بهتون میدن مثلا میگن یه بار کلید به آ وصل بشه، یه بار کلید به بی وصل بشه، در واقع دو تا سوال توی یه سوال باید حل کنی و هر چقدر هم سوال ساده بشه طولانی میشه. تو دوره دوم حل کنی بهتره. حالا ما اینجا چه میخوایم آموزش بدیم حل میکنیم. مقاومت آر چقدر باشه تا آمپرسنج در هر دو حالت عدد یکسانی رو نشون میده؟ خب آمپرسنجی که اینجا گذاشته جریان کل مدار نشون میده. خب جریان کل میشه وی کل روی همون آر ای کیو. خب این میخواد ثابت بمونه، وی کلم که اینجا ثابته، پس چه نتیجه میگیری؟ پس قبول داری آر ای کیو هم بس ثابت بمونه؟ موافقی؟ پس اگه کلید چه به آ وصل بشه چه به بی وصل بشه باید آر ای کیو حالت اول و دوم یه عدد مساوی رو نشون بده. پس آر ای کیو آ با آر ای کیو بی باید یکی باشه. خب کلید رو اول بیا به آ وصل کنیم. خب بچه کلید رو به آ وصل کنیم، خب با این شاخه خداحافظی کنیم، کلید رو به آ وصل کنیم، این شاخه خداحافظی. خب مقاومت معادل چی میشه؟ یا کن این 4 و 2 میشه چی؟ 6. 6 با 12 موازی میشه، میشه چی؟ 4. بعد 2 4 و آر دیگه از آخر با هم سری میشن، جمعشون میشه چی؟ 6 به علاوه آر. تمام. این وقتی کلید به آ وصل میشه، 4 و 2 میشه 6، 6 با 12 4، از آخر 2 4 و آر با هم سری میشن، معادلشون میشه جمعشون که میشه 6 به علاوه آر. این وقتی کلید به آ وصل میشه. حالا وقتی کلید به بی وصل بشه
کلید به بی بس بشه. اینا سواله واقعا کنکوری ها، سوال خوبیه بچه. این شاخه رو حذف میکنیم باز. حالا بگیم ماما من معادل چی میشه؟ آها اینجا یکم پیچیده میشه. شما اگه اول این ستا که با هم سری هنگ تو این که شکی نیست، معادلش میشه چی؟ 8. بعد این 12 و آر با هم موازی میشن، یعنی انگار معادل اون دوتا موازی میشه ضربشون روی جمعشون، بعد با اون 8 سری میشه که میشه جمعشون دیگه. درسته اینجوری میشه. خب طبیعتاً خیلی خنگی اگه بخوای بریم معادله رو حل کنی، به نظر من عدد گذاری کنی بهتره. آره چون این معادله درجه 2 هم میشه. بله دیگه، چون این ور مخرج مشترک بگیری ضرب در اون شیشه به علاوه آر بکنی، آر 2 میده، معادله درجه 2 میشه. واقعا سخته، به نظر من گزینه‌ها رو استفاده کنیم بهتره. سری گزینه بذاریم، 4 رو بذاریم، 4 بذاریم، 6 به علاوه 4 این ور میشه 10، این ور میشه 12، 4 تا 48 تا 48 به روی 11 یکه هیچ این نمیشه. 6 رو بذاریم، 6 و 6 12، 12 ضرب در 6 روی 18 به علاوه 8 همین میشه، همین میشه. ایول از یک پریدم به سه شانسی درست در اومد. حال کردی؟ یکم با شانستون هم خوب باشه، یکم کار خوب باید زیاد بکنید مثل من. آره گناه هاتون یکم کمتر کنید. آره دیدیم من الان اصلا دو رو گفتم بذار حالا بگذاریم بریم گزینه سه درست در اومد، قشنگ بود. خب حله این هم سال 192. قطعا پاسخنامه معادله فکر کنم حل کرده باشه. 192 بله بله. نگاه کن خب عزیز من این درد کشیده دیگه، چی کاریه؟ خب این حجم پاسخ‌ها رو نگاه کن، واقعا حجم پاسخ‌های ما رو. خب بچه اوکی؟ سرنگ اول دو اوکی؟ بچه ها سرنگ اول دو اوکی؟ خب بریم یه سال جاری دیگه داشت. آره سال خوبی هم داره. این سال دو تا ستاره بزنید. چقدر این سال مفهومی مهمه واقعا تو جاری و ممکنه هم از تو کنکور بیاد واقعا. تو این سوالات مفهومی اون دوستانی که دانش آموز ما هستن این نکته خفن داریم، یادتون یعنی نکته داریم به نام چی؟ مقاومت. میگم کی یادشه؟ این سوالات مفهومی نکته خفن داریم، نکته داریم به نام مقاومت. آفرین. نگاه اونایی که دانش آموز ما هستن رو هوا میزنن دیگه. بله نکته داریم به نام مقاومت قلدر. مقاومت قلدر سلطانی چی میگفت؟ میگفت هر جای مدار آر زیاد بشه وی دو سرش هم زیاد میشه. هر جای مدار آر زیاد بشه وی دو سرش هم زیاد میشه و برعکس هر جای مدار آر کم بشه وی دو سرش هم کم میشه. مگه آر دو رو زیاد نمیکنه؟ آر دو وقتی زیاد میشه طبق مقاومت قلدر سلطانی ویش هم زیاد میشه. حالا از طرفی آر دو با آر سه موازیه، وقتی وی اون زیاد بشه وی آر سه هم زیاد میشه، چون تو موازی ها وی ها با هم چیه؟ برابره. خب توان آر سه از فرمول وی دو آروم اگه بخوای بری و ویش که داره زیاد میشه، خود آر سه هم که چیه؟ ثابته. پس توان آر سه چی میشه؟ زیاد میشه دیگه. وقتی صورت زیاد میشه توان آر سه هم زیاد میشه، وقتی صورت زیاد میشه توان آر سه هم زیاد میشه. پس توان آر سه که میشه زیاد میشه. تا اینجا با گزینه سه و گزینه یک خداحافظی میکنیم. توان آر سه باید زیاد بشه دیگه. توان آر سه باید زیاد بشه دیگه. یک و سه غلط، یا دو یا چهار. خب حالا توان مفید باتری. نکته چو گفتم هر جای مدار آر زیاد بشه وی دو سرش هم زیاد میشه. آر دو داره زیاد میشه وی دو سرش هم زیاد میشه. حالا چون آر دو و آر سه موازیه انگار وی آر سه هم داره زیاد میشه، چون تو موازی ها وی ها با هم برابره. خب حالا یه چیزی یادداشت کن، یادگاری از من. اگه تو این سوالات مفهومی در مورد توان مفید باتری سوال پرسیدن بدون استثناء از فرمول نمیتونی بری.
اگر توان مفید باتری رو توی سال پرسیدن زیاد میشه یا کم میشه با فرمول نمیتونی بری. سلطانی میگه با چی برو؟ با نمودار تحلیل کن. نموداره توان مفید باتری، نمودار توان مفید باتری بر حسب REQ همچین نموداریه بچه. تو جزوه‌مون هست، به بچه سالیانمون درس دادیم. نمودار توان مفید باتری بر حسب REQ همچین نموداریه که قله این نمودار کی اتفاق میفته؟ زمانی که REQ با R درونی چی باشه؟ برابر باشه. زمانی که REQ با R درونی برابر باشه. توان مفید باتری اگه تست اومد تو کنکور فقط باید با نمودارش تحلیل کنی. فرمولو ببوس بذار کنار. خب حالا چجوری تحلیل کنم؟ حالا نگاه کن. R درونی چنده؟ 2. R2 رو گفته از 1 اوم به 4 اوم برسونیم. R2 اگه 1 باشه مقاومت کل مدار چند میشه؟ نگاه، 1 و 1 موازی، معادلشو میشه چی؟ 1/2 نیم. با اون 1 کناری سری میشه چی؟ 1.5. REQ اول چند بوده؟ 1.5. حالا اگه R2 بشه 4، مقاومت معادل کل مدار چی میشه؟ حالا معادل 4 و 1 میشه چی؟ 4/5 یا 8/8. 8/8 با 1 کناریش که سریه میشه چی؟ 1 و 8/8. آها، آره درونیمون ولی چند بود؟ 2 بود. آره درونیمون 2 بود. نمودار نگاه کن بچه، REQ داره از 1.5 داره میرسه به 1 و 8/8، یعنی اصلا به او 2 هم نمیرسه. خب REQ وقتی از 1.5 میرسه به 1 و 8/8، نمودار داره به تو چی میگه؟ توان مفید باتری داره زیاد میشه داره کم میشه؟ تابلوی دیگه، طبق نمودار دیگه. وقتی REQ از 1.5 میرسه به 1 و 8/8، یعنی هنوز به قله نرسیدی، چون قله درونی 2 بود. از 1.5 وقتی میرسه به 1 و 8/8، نمودار داره نشون میده توان مفید باتری هم داره چی میشه؟ زیاد میشه. پس جواب این تست میشه گزینه 2. وقتی که R2 1 باشه REQ میشه 1.5. وقتی R2 4 بشه REQ میشه 1 و 8/8. R درونیمون چند بود؟ 2. یعنی قله زمانی داریم که REQ بشه 2. پس REQ وقتی از 1.5 میرسه به 1 و 8/8، یعنی هنوز به قله نرسیدی. پس نمودار داره میگه توان مفید باتری داره زیاد میشه. قسمت سبز نمودار نگاه کن که رنگ کردم. پس جواب این تست میشه گزینه 2. چقدر این سوالا مهمه، واقعا چقدر این سوالا مهمه. بچه ها متوجه شدی این سال 193 رو؟ با کدوم نکته کتاب درسی میشه این سوالو جواب داد؟ نمیدونم واقعا. خب سر این عدسه بینیم خودش چی کار کرده. بله خودش هم نموداری رفته، احسنت. بله آقای امیر حسین برادرم، آفرین آفرین، در دوستان بنده هستن. بله نگاه، واقعا اصلا توان مفید باتری بدون نمودار نمیشه بریم. و جالب، این نمودار اصلا تو کتاب درسی تو نیست. برو کتاب درسی تو باز کن ببینم این نمودار تو کتاب درسی هست نیست. البته از ما سخت‌تر تحلیل کرده، نگاه چیزایی هم نمیشه. اون نکته مقاومت قلدر ما رو نرفته برای قسمت اول سال. ما قسمت اول سال رو خیلی خفن جواب دادیم. این راه اینو نگاه کن، یکم داستان داره راهش. ولی قسمت دوم مثل ما رفته. خب اینم از سال جاری. بریم سال مغناطیس رو کار کنیم. خب سال مغناطیس ببینیم چیه داستان. با سیمی به طول L، سیم لوله‌ای به طول 10 سانتی متر که شعاع هر حلقه آن 5 سانتی متر می‌سازیم، دو سر سیم لوله را به یک اپسیلون 20 ولت و مقاومت درونی پس اپسیلون داد، یعنی یک کوچولو با جاری هم ترکیب کرده مقاومت داده، میدان رو داده L رو می‌خواد. خب میدان سیم لوله چی بود فرمولش؟ موسفر ان آی الوم. این الی که اینجا میذارین دقت کنین طول سیم لوله، طول سیم لوله رو خود سوال داده. پس چی میخواد؟ طول سیم رو میخواد.
چقدر من تو این فصل میگم طول سیم و با طول سیم لوله اشتباه نگیریم. میدان سیم لوله 36. بچه ها من چون گزینه ها اعدادش متفاوته، خودم رو درگیر صفر رو تبدیل واحد نمی کنم. این همون 36 میذارم. طول سیم لوله اصلا 1 میذارم، چون 10 دیگه. صفر رو تبدیل واحد رو بذار کنار، میخوام سریع حل کنیم، یاد بگیرید اینا رو. موسه فقط 12 میذارم. تعداد حلقه ها رو میخوام. خب جریان رو چیکار کنم؟ خب جریان یه کوچولو گفتم با جاری ترکیب شده، با اجازتون جریان باید از اون فرمول جاری بریم، میشه اپسیلون روی آر درونی به علاوه آر. اپسیلون 20، آر درونی 1، آر خارجی هم 3. جریانش میشه چی؟ 5. جریان هم 5. دقت کردی به صفر رو تبدیل واحد کاری ندارم ها. اینو به دست میارم. این میشه چی؟ 36/60. اوکی. این 36/60. خب حالا دوستانی که دانش آموز من هستن یادشون یه تعداد حلقای فرمول داشت، میشد طول سیم تقسیم بر محیط حلقه، یعنی 2πr. شا هم داده 5. تعداد حلقه هم که به دست آوردیم 36/60. از اینجا طول سیم به دست میاد. 5 تا 15 دو تا چند تا میشه؟ 30 تا. 30 با 60 میشه 2. 36 به 2 18 داره. کدوم گزینه 18 داره؟ گزینه 4. دقت کردی خودم رو درگیر تبدیل واحد و صفر نگردم، چقدر راحت تر حل شد؟ تموم شد. نه اون نمودار توان مفید باتری بر اساس آریکیو اصلا نه تو کتاب رشته ریاضی نه تو کتاب رشته تجربه، خود نمودارش کتاب فیزیک 11 هم تو به نگاه کنید نکشید، فقط معلمتون بهتون گفته باشه. بچه سوال خوب از مغناطیس حل کردیم. سوال 194 سوال خوبی بود که دیدین البته خیلی هم سریع حل کردیم، خودمون درگیر صفر و تبدیل واحد هم نکردیم. 194 اوکی؟ خب دوازدهماش هم باید حل کنیم و دوازدهماش هم قشنگه، حیف شد. خب یه سوال دیگه میخواییم بچه ها اینا رو فعلا نگه داریم بریم یکم دوازدهم حل کنیم. موافقیم از اول سینگماتیکاش رو حل کنیم؟ بذار اینا باشه، 197 رو بریم یکم سینگماتیک حل کنیم بچه ها، حیفه واقعا دوازدهماش رو حل نکنیم، حیفه. بریم 197. خب گفته که یه سال سرعت ثابت، این سال بچه ها پرسیده بودن از من هم همون جمعه شب، سال خوبی هم هست. دوتا متحرک داریم، بریم سینگماتیک، سینگماتیک هم خفن حل میکنیم. متحرک آ داریم، آ توی 120 متریه، بی توی منفی 75 متریه، اینا دارن به سمت هم میان. گفته اختلاف زمان عبور این دو متحرک از مبدأ مکان، این از ایکس مساوی با صفر 4.5 ثانیه. اینا هر کدومشون از آخر میرسن به مبدأ مکان دیگه، درسته؟ اختلاف زمانی رسیدنشون به مبدأ مکان گفته 4.5 ثانیه. تو هر کس سرعت ثابت در یاد باشه یه فرمول بیشتر نداریم، میگه دلتا ایکس مساوی با وی دلتا تی. دلتا تی چی میشه؟ دلتا تی میشه دلتا ایکس روی وی. خب بی الان چقدر حرکت کرده تا به مبدأ برسه؟ 75. پس 75 روی وی بی منهای آ چقدر حرکت کرده به مبدأ برسه؟ 120 روی وی آ، که باز وی آ خوش گفته دوتا وی بی، اختلاف زمانهاشون گفته شده چقدر؟ 4.5. تمام، از اینجا وی بی به دست میاد. 75 روی وی بی منهای 60 روی وی بی میشه چی؟ 15 روی وی بی. 15 روی وی بی میشه 4.5. پس وی بی چند بوده؟ 10/3. پس وی آ چی میشه؟ دو تا وی بی بود دیگه. پس وی آ میشه 20/3. تمام، سرعت ها به دست اومد. وی آ 20/3، وی بی 10/3. سرعت ها به دست اومد از این. حالا که سرعت ها به دست اومد گفته مجموعه چند ثانیه فاصله دو متحرک از یک دیگر کمتر از 60 متره.
اینجا میتونی با تکنیک نسبی بری خفن. حالا با تکنیک نسبی برو، آ رو ساکن فرض کن، سرعتش رو وارون کن بده به این. ده سوم داش، بیست سوم دیگه هم بهش بدی میشه چیز کل از سرعتش؟ سی سوم سه. آ ساکن بی با سرعت سه داره به آ نزدیک میشه. آس تکنیک نسبی، دوستانی که دانش آموز من بودن، آ رو ساکن کردم، سرعتش رو وارون کردم، دادم به بی. ده سوم داش، بیست سوم دیگه هم بهش بدی میشه سی سوم میشه سه. سی دهم میشه سه. حالا بی با سرعت سه داره به آ نزدیک میشه، درسته؟ خب از اینجا که فاصلش میشه 60 متر تا بیاد از آ عبور کنه، بازم تا 60 متر ازش فاصله بگیره، یعنی کل این ناحیه فاصله آتابی میشه کمتر از 60 متر، درسته؟ یعنی بی چقدر با سرعت 3 باید حرکت کنه؟ 60 متر دیمر 60 متر هم اوبر 120 متر. درست شد؟ خب 120 متر رو میخواد با سرعت 3، آره اگه سرعت نسبی چند شد؟ ببخشید سرعت نسبیش اونجا میشه 10 بچه، آره 10 میشه. 20 سوم با 10 سوم چوری گفتم 3، 20 سوم با 10 سوم میشه 30 سوم میشه 10. 120 متر بخواد با سرعت 10 حرکت کنه چقدر طول میکشه؟ 12 ثانیه. پس مجموعاً 12 ثانیه فاصله دوتا متحرک کمتر از 60 متره. یا کنید من اینجا شاید توضیح بدم، آ رو ساکن فرض کردم، نگاه بی، بی رو این آ ساکن، خب آ ساکن این آ، بی از زمانی که به 60 متری آ میرسه، نگاه میره جلو میره جلو میره جلو میره جلو تا برسه به آ، باز دوباره تا 60 متر دیگه هم بره، خب یعنی 120 متری که اینجا حرکت میکنه فاصلش تا آ کمتر از 60 متر میشه. خب این 120 متر با سرعت 10 چند ثانیه طول میکشه؟ 12 ثانیه. با تکنیک نسبی حل کردم. آره سرعت نسبی 10 شد، من اشتباه عوض 3 گذاشتم، آره 10 میشه، درست. خب اوکی شد؟ هیچ، من به او چی کار دارم؟ به او 75 چی کار دارم؟ گفته فاصله آبی میخواد کمتر از 60 متر بشه، اوکی؟ فاصله آبی میخواد کمتر از 60 متر بشه. تو تکنیک نسبی آر ساکن فرض کردم، آر ساکن فرض میکنی بی سرعتش میشه 10. حالا بی همینجور میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا به 60 متری آ برسه، اوکی؟ خب 60 متر اینجا بره، 60 متر دیگه هم بره، چون بازم فاصلش تا آ کمتر از 60 متر میشه، یعنی 120 متری که الان داره میره فاصلش کمتر از آ تا 60 متر میشه. خب 120 متر با سرعت 10 چقدر کلا طول میشه؟ 12 ثانیه. اصلا دیگه ما به اون نقطه تعادل، نقطه مبدا محورینگ کاری نداریم. اون 120 متر بخواد با سرعت 10 بره چقدر طول میشه؟ 12 ثانیه. تمام، ببینیم حالا خودش چجوری حل کرده. بله فرمول نویسی حل کرده دیگه. حالا اون قسمت اولش که شبیه ماه که رفته سرعت ها رو به دست آورده، قسمت دوم دیدین چقدر من نسبی راحت حل کردم. اگه نخوای نسبی بری و فرمول نویسی کنی از معادله مکان زمان، به نظرم پیچیده میشه. نسبی اینجا خیلی خوبه. من آ رو ساکن فرض کردم، سرعت بی شد 10. حالا 60 متر تا آ و 60 متر بعد از آ اگه حرکت کنه، این 120 متر فاصلش تا آ کمتر از 60 متر میشه. خب این 120 متر بخواد با سرعت 10 بره چقدر طول میکشه؟ 12 ثانیه. تمام. من فقط همون مدت زمانی که فاصلش تا آ کمتر از 60 متر رو به دست آوردم. سوال فقط اینو میخواد، به زمان قبلش کار نداشته باشه. من فقط همون مدت زمانی که فاصله بی تا آ کمتر از 60 متر رو میخوام، به صورت سوال دقت کن، به اون مدت زمان قبل از این کاری نداریم. بله حواست باشه. خب این هم سوال خوبی بود انصافا، که ما با تکنیک نسبی هم آخرش رو حل کردیم و خفن‌تر از پاسخانه. من یه سوال دیگه حل بکنم کلاس رو تموم میکنم.
این سوال شتاب ثابتش هم دوست دارم حل کنم، چون بچه‌ها پرسیدن اینم بعد آزمون از من، سوال خوبی بود انصافا. این سوال 198 شو کیا حل کردن سر جلسه آزمون؟ سال 198 رو کیا حل کردن سر جلسه آزمون؟ که حالا قلمچی داشتم ببین اصلا کسی قلمچی داشته. سال خوبی بود بچه‌ها، این سال قشنگیه واقعا، سال جونداری بوده. اینو من قبل از کلاس دیدم چون بچه‌ها پرسیدن از من این سوالو. البته ما این سوالا رو با نمودار وی تی حل می‌کنیم، پاسخنامه به احتمال زیاد فرمولی حل کرده. حالا من ببینم، بله فرمولی حل کرده، ولی ما با نمودار وی تی حل می‌کنیم. حالا ببینیم با نمودار وی تی چجوری حل می‌کنیم. وی تی رو من می‌خوام بکشم. خب شیب اولیه مثبته، پس یعنی وی صفر رو مثبت داریم که اصلا وی صفرش هم داده مثبت 6. گودی نمودار چون به سمت پایین، یعنی شتاب منفیه، پس شیب هم منفیه. اینجا هم فرض کنم همون لحظه 10 اینا رو بد داده، دیگه چی میتونم از نمودار بفهمم؟ بچه خیلی این سال قشنگی بوده. جابجایی تو 10 ثانیه هم میتونم بفهمم، جابجایی تو این 10 ثانیه هم میتونم بفهمم. جابجایی تو 10 ثانیه چقدره؟ از مکان 15 اومده به مکان 0 دیگه، درسته؟ جابجاییش میشه چقدر؟ منهای 15. خب همه دانش آموزان من میدونن که وقتی ما نمودار وی تی میکشیدیم یه سری ابزار داشتیم برای حل سوال. مثلا از تشابه بیام استفاده کنیم. خب اینجا تشابه چیزی رو بهت نمیده، چون اینجا از مثلث سمت چپ فقط ارتفاعشو داریم، از مثلث سمت راست هم که هیچیشو نداریم، نه ارتفاعشو داریم نه قاعده. تشابه خط خورد. خب میگه آقای سلطان جا به جایی رو داریم، یعنی سطح زیر نمودارا رو داریم. آره، یعنی اگه این S1 باشه این S2 باشه، یعنی S1 منهای S2 بله شده منفی 15. خب به چه درد دلی میخوره؟ مساحت مثلث ها رو بخوای فرمولش رو بنویسی، نه ارتفاع داری نه قاعده داری، یعنی چی نداری؟ این هم از این چیز دیگه نمون. شتاب هم که نداری از شیب و اینا بری، از تی آتی و وی وی آم و اینا هم که اصلا نمیتونی بری، چون فعلا شتاب هم نداری. تی آتی وی وی آم رفت، اون دوستان که دانش آموز من هم میدونن دارن چی میگن. سطح زیر نمودار هم نمیشه روش ما مفری بدیم، چون نه ارتفاع داریم نه قاعده. تشابه هم واقعا نمیشه بریم اینجا، چون از مثلث سمت راستی نه ارتفاعشو داریم نه قاعدهشو داریم. خب ولی من به دانش آموزانم گفتم هر وقت نمودار وی تی کشیدی دیدی واقعا مثل اینجا به بنبست خوردی، نه تشابه نه مساحت نه چه میدونم تی آتی و وی وی آم و شیب و اینا به دردت نخورد، یه راه بیشتر نمیمونه، یعنی یه کلید بیشتر نمیمونه که قفل رو باز میکنه. اون یه کلید چیه؟ نمودار وی تی کشیدی دیدی تشابه به دردت نخورد، سطح زیر نمودار به دردت نخورد، تی آتی و وی وی آم یعنی همون شیبه نمودارم به درد نخورد، فقط یک کلید باید بیاد تو ذهنت که قفل رو باز کنه. اون یه دونه کلید چیه؟ اون هم اینه که سرعت متوسط تو حرکت شتاب ثابت با میانگین سرعت اولیه و نهایی بازه برابر. تمام، قفل رو باز کرد، قفل رو باز کرد. جا به جای کل مگه منفی 15 نیست؟ زمان کلم مگه 10 نیست؟ و سرعت متوسط میشه منفی 1.5. سرعت اولیه 6، میتونی اینجا سرعت نهایی رو به دست بیاری، سرعت نهایی رو به دست بیاری میشه منفی 9، یعنی سرعت اینجا چی بوده؟ منهای 9. دیگه قفله باز شد. چرا؟ چون تو این 9 که به دست بیاد دیگه میتونی شیب خطم به دست بیاری. عمودی 15 افقی 10، یعنی پس شتاب چند بوده؟ اندازه چند بوده؟ 15 به 10 1.5. شیب خط رو به دست آوردم دیگه، درسته؟ خب حالا که شتاب به دست اومد دیگه کلک کنده. حالا نگاه اینجا وی باشه، این وی باشه، این میشه چی؟ وی آم 6، 6 رو آ 6 رو 1.5 میشه چی؟ میشه 4، درسته؟ باز اینجا رو بگو، اینجا 9 باشه این وی باشه این میشه چی؟ این میشه وی آم 9 تقسیم برای 1.5، این میشه چند؟ 6.
تمام. حالا دیگه مساحت مثلثا رو میتونی حساب کنی. یه دوم ارتفاع بالایی 6 قاعدش 4، مثلث پایینی یه دوم ارتفاعش 9 قاعدش 6 میشه 12، میشه 39. حالا سال تندی متوسط رو میخواست. تندی متوسط میشه مسافت تقسیم بر زمان. مسافت کل 39، زمان کلم 10، تندی متوسط میشه 3.9. برو واسه بچه معلات تعریف کن. سوال بسیار خفن. چقدر این سوال قشنگ و مهم بود. ویدو که شد منگاه نه تمومه و شیب کل خط رو حساب کردم، یعنی شتاب به دست آوردم، وی وی آم وی وی آم اون 4 و 6 به دست اومد. بعدم مسافت مثلث ها رو دیگه حساب میکنی، مسافت کل به دست میاد، تقسیم بر زمان میکنی، تندی متوسط کل به دست میاد. سوال سختی بود بچه‌ها این سوالا. بچه‌ها این سوال سوال واقعا سختی بوده. فرمولی هم بخوای حل کنی مطمئن باش سخت‌تره. آخه نگاه کن عزیزم، فرمولی رو جان من نگاه کن. یه معادله مکان زمان اولی زده. تو اصلا ببین به ذهنت میرسه خب فرمولی بخوای حل کنی. یه معادله مکان زمان. رفته شتاب به دست آورده. بعد اینجا یک فرمول هم باز اینجا زده که حالا من میدونم این فرمول از کجا اومده. یعنی فرمول وی مساوی با آتی بلا به وی صفر. این شد دوتا فرمول. بعد باز مسافت هر قسمت دوتا یه دوم آتی دو بلا به وی صفتی زده. نگاه کن. تا اینجا 4 تا فرمول. و فرمول آخر هم فرمول تندی متوسط از آخر میشه. فرمولی بعد اینجوری حل کن. نمیخوام بگم فرمولی سخته، ولی واقعا اینکه شما تو سر جلسه ازون به ذهنت برسه که چجوری بعد از کدوم فرمولا استفاده کنی اینا واقعا سخت. با فرمول معادله مکان زمان میتونی شتاب دست بیاری. اگه بخوای فرمولی بری مثل خودش، بله همون کاری که اینجا کرده، اینجا اگه بخوای فرمولی بری، بله اول پاسخ همه نگاه کنم تیش شتاب دست بیاری. پس یادتون باشه اگه نمودار وی تی کشید این تشابه خدافز، سطح زیر نمودار خدافز، تی آتی و وی وی آم و شیبنگ مدنم خدافز، یه نکته دیگه بیشتر نمیمونه که دیگه باید قفل باز بشه، اون هم این نکته که گفتم سرعت متوسط با میانگین سرعت اولی و نهایی برابره، یا میشه بگید سرعت متوسط با سرعت لحظه وسط بازه برابره. این دوتا نکته دیگه قفل رو باز میکنه. خب باشه، بقیه سوالاش کارگاه چهارشنبه حل میکنم دیگه. یک سه چهار تا دیگه من سوال کارگاه چهارشنبه اول از قلمچی حل میکنم، بعد گزینه دو تحلیل میکنم، اشکال نداره. کارگاه چهارشنبه انشالله ساعت 18 الی 20 اول ادامه قلمچی رو حل میکنم، بعدش هم انشالله میریم گزینه دو، بعدش هم انشالله میریم گزینه دو. تو کانال فیزیکمون اطلاع رسانی میکنیم. خب دوستان اوکی بود کارگاه؟ یاد گرفتیم؟ مفید بود واسه تون؟ ادامه بدیم این کارگاه رو. حله؟ خیلی خوب، دمتون گرم از انرژی که دادین. ایشالله که سایی کرده. حتما بچه باز کلیپ ضبط شده ببینین، دوباره اینا رو خودتون حل کنید. آره بتر کنید دیگه. دمتون گرم، دمتون گرم، ممنونم از انرژی که بهم دادین. ایشالله چهارشنبه 6 تا 8 ادامه سال خوب قلمچیش حل میکنم، بعدش هم بریم گزینه دور باز تحلیل کنیم. نه نه امروز یکم کلاس با تاخیر شروع شده، یکم سرور قطعی داشت. ایشالله چهارشنبه اگه رأس 6 شروع کنیم میتونیم ایشالله تموم کنیم هر دوتاشه. ایشالله بهتر کنید بچه ها. باز اگه سوالی صحبتی داشتین تو تلگرام ما در خدمتیم، کانال فیزیکمون رو گذاشتیم. خسته نباشید بچه ها.